تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي. حقیقتا از ما و شما کل سوال سه که جناب مسلمان صاحب الله را زیاد دوست داری یا خانمت یا پدر و مادرت؟ والله ملا صاحب الله را زیاد دوست دارم، اما به خانهش رفته نمیتونم، از امرش اطاعت کرده نمیتونم، به دشمنش دشمنی کرده نمیتونم، به دوستش دوستی کرده نمیتونم. این محبت دروغ است یا راست است؟ الله جل شأنه در نص سری قرآن برای ما فتوای قطعی و ابدالابدی میده که تا زمان الله و رسول را از خود و خانواده خود و خشاوندان خود و تجارت خود و اموال و اسباب خود بیشتر دوست نداشته باشید، شما در درجه فسق قرار دارین و منتظر عذاب الله باشین. سوره توبه آیت 24 برای ما بیان میکنه. من چگونه الله را دوست دارم که از امر او اطاعت کرده نمیتونم؟ خانم خود خود زیاد دوست دارم، 15 ساعت روز برش کار میکنم، 6 ساعتم شب داخل بغرش خورخورک میکنم، همراهش خواب هستم. برای عبادت رب خود نیم ساعت تهجد خونده نمیتونم، نیم ساعت تلاوت کلام او کرده نمیتونم، 10 آیت از کلام او به ترجمه و تفسیر نمیدانم. رسول الله که 23 سال زندگی را با جگرخونی و قربانی و رشادت ها تیر کرد و نیم شب نماز میخوند پاهایش ورم میکرد و ریش مبارکتر میشد، عشق میریخت و دستای خود در نیمه های شب بلند میکرد. اللهم اغفر امتی، هی الله امت گناهکارم را ببخش و مغفرت بکن. ای امت، آیا به محبت فیسبوک شو خوابش میبره؟ به محبت گیمبازی خوابش میبره؟ با محبت سریال هندی خواب میشه یا با محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ و وقتی که سنتش پیش آمد، الله متعال اونجا میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، پیامبر شخصیتی است که الله برش درود خوانده. و مسلمان اینجا امرایش اختلاف داره، سنت پیغمبر به مسجد ما عملی نکنید که اختلاف پیدا میشه. اختلاف میفهمی؟ اختلاف حرام است، سنت حلال است. پیامبر حرام آورد، فتنه ایجاد کرد، نعوذ بالله. این فتوای مسلمان ماست. و من یطیع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کرد، حقیقت در حقیقت مثل آن است که از الله اطاعت کرده. و من یتوله، کسی که روگشتون پشت کرد به سنت رسول الله، بیزاری کرد از سنت رسول الله، مردم به واسطه سنت از مسجد کشید تا پکت و زندانش کرد و بندش کرد. و من یطیع رسول فقط اطاع الله، فمن یتوله فما ارسلناک علیه حافظا. ای پیامبر، تو نفرستادیم برای ای از تو نیست و تو از این نیستی. ای فتوای هر کسی که در برابر فتوا و سنت تو جنگانده، نبی از او همو است، با همو حشر میشه. آیا حقیقتا ما در توحید رسول الله را از مادر و پدر و بابا و اجداد و خویشاوندان بیشتر دوست داریم؟ اما ذلیلترین شخصیت، پایینترین شخصیت، بدترین اعمال امروز در زندگی مسلمان سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، نعوذ بالله. شخصیت کشی پیامبر، شخصیت کشی سنت پیامبر. سیدنا ابو بکر رضی الله عنه در منبر مکه مکرمه خطبه ایراد کرد، مشرکین را از منبر تکدم لطو کوبش کردن، زدن بکس و لکت و الله اکبر بکشن، دین جدید آوردن، مردم از رواج پدر و بابا جدا میکنن. چنان لطو کوبش کردن که سه شبان و روز کم و بیش در حال بیوشی به سر میبره. بعد از این که به هوش می آیه، اول کلماتی که از زبان این صدیق اکبر بیرون میشه، نه آب طلب میکنه، نه قضا و نه مادر و نه پدر، اینطور میگه: از رسول الله صلی الله علیه وسلم برایم بگوید که رسول الله در کدام حالت است. این محبتی
صحابه است برای رسول الله صلی الله علیه وسلم. مام رسول الله را دوست داریم خیلی زیاد. بر رهبر سیاسی و دینی و مذهبی ما توهین شه 20 نفر خود به کشته میدیم، صدها مظاهره رو به بازاران میندازیم که مرده باد و زنده باد، از یک شرابی از یک لادین دفاع کنیم. اما برای رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین شه پینک مام تروش نمیشه. برای ازبا و گروه خود صدها لک دلار مصرف میکنین. برای سنت و منهج و بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم یک سیرت و نبی 200 روپیه هم به خانه ما پیدا نمیشه. به این واسطه است که نام ما محمد و احمد و مصطفی و عبدالرحمن و نورالدین و شمسالدین و گلبدین است. به داخل محفل تفریح و دوکان و تجارت و نظام سیاست و عروسی ما نیم کیلو دینم نیست، 50% دینم نیست. واسأل شوقا عن